دوستان بسیار گرامی در سال 1968 در جهان یک انقلاب فرهنگی رخ داد این انقلاب در هر کشوری شکلی داشت و زمینه هاش داشت آماده می شود. در انگلیس فرهنگ فرعی یا ساب کالچر بیتل ها در آمریکا هیپی ها و در فرانسه بیشتر چپ ها دانشجویان چپ در 1968 جنبشی را انداختند با ایده های چپ ولی سازمان های حزبی چپ چون فرانسه حزب کمونیست و سوسیالیست داشت و سندیک های کارگری از اونا حمایت نکردند از دانشجویان اعتصاب دانشجویان دانش آموزان از داخل مدارس و به خیابون کشیده شد برخورد پلیس در محله لاتین یه محله بسیار قدیمی و زیبایی در فرانسه کختی لاتن بهش میگن با دانشجویان منجر به اعتصاب عمومی شد و حدود ده میلیون نفر از نیروی کار در مراکز مختلف اعتصاب کردن دولت ساقط شد مجلس منحل شد در آمریکا در سال 1968 بود که آقای مارتین لوتر کینگ سیاپوست کشیش سیاپوست که برای تصاوی حقوق سیاه و سفید می جنگید ایشون کشته شد اضافه بر این تا یادی اونجا هم به هم ریختگی ایجاد شد مخصوصا به خاطر جنگ ویتنام اینکه در جنگ ویتنام ویتنامی نبودن در واقع کمونیستا بودن با سرمایه‌دارا با هم می‌جنگیدن در اون کشور میدون بازی فقط ویتنام بود در کشورهای اونها یعنی در کشورهای چین و روسیه که تظاهرات اصلا امکان نداشت به وجود بیاد آزادی وجود نداشت اما در قرد که آزادی وجود داشت تمام اینا نمود پیدا کرد در حدی که جانسون از کاندیداتوری ریاست جمهوری عقب نشست دانشگاه کلمبیا توسط دانشجویان اشغال شد و تعطیل شد اما در مکزیک تو مکزیک خب بالاخره کشور عقب افتاده تریه به نسبت دولت آتش را گشود به روی دانشجویان در آلمان تظاهرات دانشجویی پا گرفت ولی خب دیگه گلوله بارون نکردند در ایتالیا و آرژانتین همچنین کلا اروپا رو گرفت سر و سر اروپا رو تو انگلیس جنبش بیتل ها بود جنبش بیتل ها در انگلیس بود در هلند جنبش بود به اسم پرواز که در از آمستردام شروع کردن البته اینا از عواسط 1960 شروع کرده بودند. یعنی این انقلاب واقعا در همه جا در یک لحظه و یک روز شروع نشد ولی در کشوری مختلف شروع شد در هر کشوری خاصه ای متفاوت داشت اما در واقع این که ضد ساختار قدرت بودند و جوونا بودند بیشتر این بچه اشتراکش در تمام کشورها بود در فرانسه طبق معمول که میده جنبش چپ همیشه قوی بوده چپ ها در واقع آقای چگوارا رو و آقای ماقد ستون رو عکسش رو بالا بردن. بالا برده بودند و شعار میدادن و اما در اینجا نقل می بزنم بنده به چین در چین انقلاب فرهنگی اما نه به این مفهوم خود جوش بلکه به دستور ماو ما در دو سال پیش شروع شده بود 1966 و تا سالها تا دهی هفتاد هم ادامه پیدا کرد ماجرای انقلاب فرهنگی چین متفاوت بود برای اینکه قضیه خیلی برای با ایرانیا بتونه روشن بشه انقلاب فرهنگی چین این بود که آقای ما او احساس می کرد مردم از تب و تاب انقلاب افتادن چون لازم بود برشون که پیوسته این اجاق انقلابشون رو شعلش رو روشن نگه دارند به خاطر همین شما فرض بفرمایید در ایران دستور داده بشه که بسیجی های حالا با سواد یا بی سواد ولی به هر حال و نادان بریزند توی ادارات و کسانی که همشون هم حزب ولی خب یه مقداری همچین دیگه جا افتادند و سنی ازشون گذشت و ممکنه اون شور و شب انقلابی زمان جوانی رو نداشته باشند و کمی آروم شده باشند رو از ادارت بریزن بیرون و باهاش مبازه کنن کتابی چاپ کرده بودن کتاب سرخ که فرمایشات جناب آقای ما او در اون چاپ شده بود این دست جوانا بود و ها افتاده بودن تو خیابونا در ادارات به رؤسای ادارات در مدارسی که در واقع گفتگویی کسی انجام داده بود با دانش آموزان یک مدرسه که مدیرشون رو میکشن توی حیات حالا مدیرشون هم بس خودشون ازبالاهی بوده ولی خب به هر حال نقش مدیریت اختزامی کنه که طرف یه مقداری آقلانه تر رفتار کنه تا بتونه اداره کنه شاعر و نویسنده نیست که اون کنار بچینه فقط شعار بده کسانی که وارد عمل و کار میشن با مشکلات عملی کار مواجه میشن و میفهمن که کار به اون سادگی هایی که شعارش داده میشه نیست به حال این مدیر مدرسه رو میارند بچه ها و کتکش میزنند به حد بسیار زیاد هرکس مشتی لگدی و شلوارش رو پایین میکشن کسی میره چوب بیاره به خاطر اینکه چوب استعمال کنند در بدنش اما وقتی چوب رو میارن طرف مرده بوده مصاحبه کننده از یکی از این دانش آموزان قدیم میپرسه که آخ تو که انسان بودی چرا همچین کاری رو کردی گفته بود رقابت بود من برای اینکه به دانشگاه برم یا رشد کنم ناچار بودم که نشون بدم مثل دیگران انقلابی هستم بسیاری از دانشجوها رو گرفتند و فرستادند به روستاها گفتند نیازی نیست درس بخونید برید کشاورزی کنید و در کنار کشاورز ها چیز یاد بگیرید و به اونها چیزی یاد بدید بسیاری رفتن به روستاها و در واقع میشه گفت به نوعی جامعه فلس شد و تا حدی این افراتیون پیش رفتند که آخرش ما او مجبور شد خودش از ارتش کمک میخواد اینا رو آروم کنه اینها در ها باز روایتی است مستند که وقتی که برخورد میکردن با گروه های مخالفین انقلابیون این تزبلا یا جوون یا بسیجی ها طرف رو که میکشتند رقیب رو یا کسی رو که در مقابلشون بود گوشتش رو تکه تکه میکردند با عرق برنج در خیابون کباب میکردند و میخوردند این انقلاب فرهنگی آقای ماو بود اما چون پشت دیوارهای آهنی در روسیه و همچنین در چین نمیگذاشتن هیچ خبری به بیرون درز کنه و فقط سعی میکردن نشون بدن یا بسیار در اخبارشون یا در روزنامه هاشون که همه چیز بسیار عالی پیش میره و بسیار خوبه مردم جهان خبر نداشتن و طرفدار اینا بودند در ایران هم همینطور سازمان پیکار طرفدار چین بود ما او بود چریکایی فدایی بخشیشون حالا الهام, ب... الهام گرفته از روسیه برخ برخی اظهار میکردند که نخیر مستقلند ولی به هر حال همون ایده ها و همون ایدولوژی. به هر حال برگردم به اینکه این, که این ماجرای چین بود و ما در کشورهای تحت نفوذ و تحت استعمار روسیه شوروی هم جنبش دانشجویی را افتاد مردم اعتصاب کردند در لهستان در چکستواکی ماجرا خیلی جدی تر شد و مردم شورش کردند البته در این کشورها خواسته ها بسیار محدودتر بود آزادی بیان اینکه از زیر یوغ روسیه و فشاری کنها بهشون می آوردن کمی آزادتر بشن و این اصلاحاتی بود که دوبچک رهبر حزب کمونیست چکستواکی می میخواست انجام بده که روزها گرفتن بردن حال جا بردن و برگشت و در واقع تانک ها رو فرستادن مخیابون های پراگ بهار پراگ مشهوره در اون سال و سرکوب کردن جنبش رو ما کتاب سبکی تحمل ناپذیر هستی رو به زودی خدمت شما از میلان کند را تقدیم میکنیم که این سنها رو تا یه حد زیادی نشون میده حمله تانک های روسی رو به چکاسلواکی در آمریکا همینطور که ارز کردم خواسته ها تا یه حدی مسئله فمینیز بود مسئله آزادی بود مسئله پایان جنگ ویتنام بود مسئله حقوق سیاه بود و اون که مشترک بود بین تمام کشورها در این جنبش که خیلی ناگهانی در واقع شروع شد و خیلی سریع هم خاموش شد بیان که نتیجه خاص ظاهری گرفته بشه آثار فرهنگی این جنبشه یعنی قدیتر شدن فمینیزم، یعنی توجه بیشتر به محیط زیست یعنی آزادی در روابط جنسی و همچنین تاثیرات فرهنگی از ذر هنر در هنر تاثیر بسیار زیادی گذاشت و همچنین توجه به یه مقداری معنویت به خاطر اینکه تا یه حدی علا اینکه که در بعضی از کشورهای اینا کمونیست بودند و تا یه حد زیادی روسیه کمکشون یا حمایتشون می ولی رو کرد به معنویت و به زندگی درونی استفاده از مواد مخدر مثل الستی و بسیاری از چیزها و خوشباشی از شعارها و خواسته هایی بود که تا یه حدی دوام آورد و باقی موند البته نه بابت مخدر بلکه آثار اون خواسته ها مثل همون معنویت روی کرد به عرفان شرق شاید بشه گفت که از زندگی مادی خسته شده بودن مردم و چون به هر حال مدت های بسیار زیادی در طول تاریخ اعتقادات معنوی و مذهبی داشتند و حالا مذهب تا یه حدی یا فروپاشیده یا تضعیف شده و عرفان هندی رو تا یه حدی عرفان چینی رو ژاپنی رو جایگزین اون میکردند تو آمریکا قریب دو ممیز فکر کنم شست درصد کل جامعه هیپی شده بودند هیپی ها مثل بیتل ها در انگلیس چیزهایی که دنبال میکردم بیشتر بها دادن به آزادی فردی انسانیت ارتباط با طبیعت و همچنین جهان طبیعی صلح میخواستند و به شدت مخالف جنگ بودند عشق میخواستند عشق به همه موجودات و همچنین ارتباط انسانی و همچنین رابطه آزاد تا حدی آزاد جنسی آزادی فردی که قوانین یا سنت های گذشته برشون تعیین تکلیف نکنه انسانیت به خاطر همین از فقر و بیخانمانی و طبیعی نژادی بیزار بودن و همچنین همطور که ارز کردم ارتباط با طبیعت احترام گذاشتن به طبیعت این جنبش در سال 1960 شروع شد و این انقلاب در هشت سال بعد از اون به سمر رسید بیتل ها را معادل انگلیسی همین جنبش بودن و شعارشون توی آهنگی که میخونن All you need is love کاملا مشخصه هیپیا در آمریکا لباس بسیار ساده میپوشیدند و ساده زندگی میکردند علا رقم این که بعضیشون بچه های, های پولدار بودن و شلوار جین تا اون زمان شلوار کارگران مزارع پنبه بود و اونها اونو به پا کردند و بعدا مد شد اصلا اومد توی بازار حالا که میبینید پارش هم اصلا اومده تو بازار و مد شده و یه همچین حرکتی باعث شد یه زمانی در دوره های قبل و به یادگار مونده از دوره های قبل از دوره های شاید ابتدای جامعه سنتی یا قبل از اون دوره از کشاورزی لباس مشخص کننده جایگاه اجتماعی فرد بود یعنی کسی توی خیابون میدید ارباب از لباسش در ترکیه در ترکیه عثمانی شاید بیسین و کلاه بوده و هر قشت و طبقه ای و حتی کسانی که در دربار کار میکردن بسته به مقامشان یک فرم از کلاه داشتن و کلاه هم که هجاب مرد بود و در واقع در تمام جوامع جهانی این هجاب رو آقایون داشتند حالا شاید برای جلوگیری از انتشار ها یا به شافتاب یا به هر دلیل دیگری اما با این جنبش این رسم تعیین جایگاه اجتماعی افراد با لباس به هم ریخت و تقریبا لباس بسیاری از مردم به هم نزدیک شد حتی در سی چه سال گذشته میشه اینو مشاهده کرد که هر جا میرفتیم به هر حال کراوات و من کارمندان اداری همه با کراوات و لباس های رسمی حضور پیدا میکردن و امروزه دیگه اینطور نیست امروزه در جلسات مهم به عنوان یک بسیل عمل رسمی شاید کراوات و ولی غیر از اون لباس خیلی راحتتری اغلب می پوشند. و یه همچین حرکت اضافه بر اینکه اون نرم قبلی رو در مورد پوشش به هم میزد ضد مصرف گرایی هم بود برای اینکه آقای برنز در آمریکا حالا اون رو هم برنامه داریم اگر فرصت بشه خدمتتون رو تقدیم میکنیم که چگونه مصرف گرایی رو باب کرد چگونه, چگونه این رو باب کرد که یک خانم باید بدونه که با یک لباس در یک هفته نمیتونه تو اداره باشه یا تو محیط کار باشه هر روز باید لباس رو تغییر بده در واقع قول دادن جامعه رو به سمت مصرف گرایی این جنبش و حرکت تا یه حدی ضد مصرف گرایی بود ریشه هاش چه بود ریشه تغییری بود که در جامعه ایجاد شده بود تلویزیون رادیو این چیزی نبود قبلا نبوده و قطعا شما وقتی الیمنت های مثل تلویزیون، رادیو، سینما اینها رو وارد جامعه می کنید اینا تأثیرات فرنگیشون چون نشون می دن این تأثیرات هست وجود داره ما تراکم و ناگهان در یک جا به یک شکلی بیرون میزنه. حالا تأثیرات اینترنت مونده تا بیاد یک نمونه دیگه براتون از این فرهنگ های فرعی ارز کنم و اون هم در آمریکا یا پوست وقتی که به زندون می برای اینکه خودشون رو دار نزنن یا چیزی رو نتونن ببندن بند کفششون رو باز میکنن کمربندشون ازشون میگیرن و زندونی زنجیر به پاش میکنن بنابراین زندونی شلوارشون کمربند نداره میفته پایین و شاید چاک باسنش میاد بیرون در این حال حالت را رفتنش حالت را رفتن کسیه که زنجیر به پا داره و بند کفشش هم خب بند کفش هم نداره اینا وقتی از زندون بیرون میان چون طی سالیان در اونجا به این شکل زندگی کردن بند کفش رو شل میذارن کمربند و شل میبندن و به یه حالت خاصی با رقصوندن خودشون انگار زنجیر بپادرن را میرن و جالب اینه که اینها که از زندون بیرون میان کم کم یک همچین حرکتی مد میشه و حتی تا ایران هم کشیده میشه شما میبینید مثلا کسی شلواری پوشیده که مارک شورتش به خاطر اینکه شلوار پایین اومده از اون پشت معلومه این از اونجا منشأ گرفته و حرکت کرده اومده به جامعه ما و اما قرار بود در مورد تویست صحبت کنم خدمتون تویست در واقع ترکش کل این اتفاقات در جامعه ایرانی بیبندوباری رقص همون رقصی که هیپی ها یا بیتل ها می کرده اند دل سپردن به موزیک و موزیک بلند بی خیال بودن را یه حدی استفاده از مواد مخدر همخوابگی با هر کس که دلشون بخواد بدون رعایت مقرراتی که جامعه یا نرسهای قبل تعیین کردن و اونچه که اتفاق می جوون از کرمون میاد با فرهنگ کرمون برخورد میکنه با کسی که تحت تاثیر این فرهنگ یا انفجار یا انقلاب جهانی قرار گرفته که البته در غرب معنادار بوده تا یه حدی ولی در ایران نمروم شریعتی یه نکته یه مطلب جالبی توی که از کتاباش گفته بود که ما یه دبیری داشتیم که در مثلا حالا مزینان یا در مشهد زندگی میکرد اما غم و قصه یک فرانسوی رو میخورد یعنی اینکه قم فرانسوی مترو به کار هر چهار دقیقه هر سه دقیقه مترو از راه میرسه طرف سوار میشه مشکلی نداره پشتوانی فرهنگیش هرچی عقب برید جامعه پیشرفته است در زمانی که ما حتی درشکه هم نداشتیم درشکه به ایران نیامده بود اونا مترو ساخته بودن برای خودشون مشکلات و دقدقه های ما با مشکلات و دغدغه های فرق میکنه غم ما با غم اونها فرق میکنه هر کدوم مشکلات خاص محیطی خودمون داریم اجتماعی خودمون رو داریم در اینجا هم همینطوره این جوانانی که پیروی میکردن اغلب بیخبر بودن از اینکه اصلا چی داره میگذره مثلا شما فرض بفرمایید اگر خانم جین فوندا با عنوان اعتراض به جنگ ویتنام پرچم آمریکا رو تبدیل میکرد به پیراهن میپوشید تو ترونم مد میشد یه دمی دیدن خانم جین فوردر این کارو کرد خب من بکنیم دیگه بدون که بدونن اصلا اون چرا کرده تا یه حدی این طولی بود البته این مشترکی بین این جوانان ایرانی و همچنین غربی ها و تمام کشورها وجود داشت و اون همین که نسلی به وجود اومده بود که اقتدار سنت رو و اقتدار بزرگترهاشون رو قبول نداشتند و شیوه نوینی برای زندگی میخواستن پایه که البته این هم حرکت از جمعگرایی به سوی فردگرایی یعنی از زمانی که اتاق‌ها جدا میشه در دوره کودکی فرد محدوده و اتاق خاص خودشو داره از زمانی که به قول آقای دکتر پاپولی میگه فردگرایی در ایران از زمانی شروع شد که کاسه جدا شد به خاطر اینکه قبلا یک ظرفی مثل عربا مشترک میذاشتن اون وسط آنگوشت توش تلید میکردن و همه دست میکردن توی اون بر میخوردن می کم کم شد هر کس یه ظرف و کم کم محیط فردی حداقل برای بخشی از مردم جامعه ایجاد شد و این محیط جداگانه کاسه جداگانه اتاق جداگانه یواش یواش باعث میشه که فرد بخواد خودش برای خودش تصمیم بگیره و این اتفاقی که الان تو ایران ارز کردم قبلا خدمتتون داره میفته و هر حال وقتی که فرد به والد خاص خودش به در مادر باشه به اقتدار اونها اعتراض داره و در مقابلشون میخواد استقلال داشته باشه همین چیزی که میگن بزرگ و کوچک نمونده بله نمونده به خاطر اینکه بزرگ و کوچک مال یه دوره خاصی بود احترام و احترام به همه باید گذاشت چه بزرگ چه کوچک اما فقط بزرگ رو تبعیت کردن به دلیل اینکه بزرگه دوره اون کم کم داشت سر می اومد و قانون دولت سنت اینا والد عام من. وقتی که کسی والد خاص رو قبول نداره والد عام رو هم قبول نداره و نسبت بهش معترضه اما این اعتراض در داستان سرانجام به قانونه مسلما به قانون بعد یا نادرست باید اعتراض کرد اما نمیشه به طور کلی قانون رو زیر سوال برد همونطور که کتاب سعی کرده ببره و گفت که قانون نباید قانون باید باشه قانون حق و تکلیف افراد رو در قبال هم تعیین میکنه باید باشه بنابراین شکل ایرانی این اعتراض اون چیزی است که در این کتاب میبینید تعارض و تضاد فرهنگی سنتی که جوان کرمانی نمایندشه با جامعه تهران که تحت تأثیر جامعه مدرن غرب در برخورد این پسر جوان و این دختر جوان مشاهده میشه و نویسنده محترم که احترام بسیار زیادی بنده برای ایشون قائل هستم بسیار زیاد اما جسارتم نویسنده آجز از درک چگونگی این رابطه هاست که چه اتفاقی افتاده که این جوان ها این به جای اینکه در یه داستان تحلیل کنه که در واقع جنبشی برای حرکت از گرایی به سوی فردگرایی اتفاق افتاده این تحت تأثیر انقلابات فرهنگی است که در جهان رخ داده و در این حال در جامعه ما تر هم میشه به خاطر اینکه عده کمی تحت تاثیر این انقلابات جهانی هستند عده زیادی نیستند به خاطر اینکه با مهاجرت هایی که بعد از انقلاب سفید رخ داده و حجوم آوردن کارگران کشاورزی به شهرها برای کار در کارخونه ها اکثریت مردم شهر شدند مهاجرین و مهاجرین کاملا مشخص بود چه فرهنگی دارند فرهنگ کاملا سنتی همون فرهنگی که انقلاب پنج و هفت و کرده حداقل به عنوان یک عامل عوامل زیادی داشت انقلاب به عنوان یکی از عوامل تسهیلش کرده یعنی مردم مطالبه سنت میکردن اونچه که در شهرستون یا در دوستای خودشون داشتن کار بود و روز جمعه ای بود و رفتن به حمام و غسلی و بعد رفتن پای روزه و آقا صحبت کنه و دخترشون یا بچهاشون یا پسرشون پوشیده و چشم پاک باشند و همون چیزها و مطالبی اینها در واقع تا یه حدی تسهیل کرد وقوع انقلاب پنجا و هفت رو مسئله دیگری که در تغییر فرهنگی در داخل ایران تاثیر داشته در واقع شدن جامعه است به ناگهان در سال 1960 که 1339 باشه اوپک تشکیل شد به ابتکار ایران برای اینکه صادر کنندگان نفت بی رویه عرضه نکنند به بازار که تقاضا پایین بیاد و قیمت کم بشه و همین باعث شد که یه مقداری درآمد نفتی ایران بالا بره و خوب هم مدیریت بشه در حدی که سکه تمام پهلوی 88 تومن بود در سال 1340 شش سال بعد در 1346 نه تنها بالا نرفته میشه 71 تومن و 5000 و این یعنی قدرت ریال بالا رفته قدرت خرید ریال بالا رفته و اصولا تنها چیزی که مهمه در یه جامعه و جلو فقر و فحشا و فساد و خیانت و دزدی و خیلی چیزها رو میگیره همین قدرت خریده منطقه عوامل زیادی در کنش های افراد جامعه تاثیر داره فرهنگ سنت حکومت قانون و رفتارهای فردی و محیطیه یعنی ممکنه کسی هستن فرض کنید بیمار روانی باشه اونا استثناست ولی مجموع افراد جامعه تابع قوانین خاصی حرکت می و درستترین تحلیل اینه که ناب سامانی ها رو ببینیم کدوم ناشی از فرهنگ، کدوم ناشی از سنت، کدوم ناشی از قوانین نادرسته و کدوم ناشی از رفتار حکومته اینا خیلی مهمه خود فرهنگ در حکومت تأثیر داره یعنی در فرض کنید فلان کشور آفریقایی که مردم به دوزی و بیسر و سامونی عادت کردن اگر حکومتی هم تشکیل بدن افرادی که وارد حکومت میشن برای اجرای قانون و همون افراد دوست هستن همون افراد هستند در ایران تقریبا همین بود در عهد قاجار که مقام ها و موقعیت ها فروخته میشد یعنی برای حاکم شدن پول کسی میپرداخت بعد داروغه میخواست انتخاب کنه از اون پول میگرفت نه هر کدوم پول رو باید از مردم به یه نحوی و به یه بحانه ای جمع می حالا فرض کنید که داروغه شده باشه رئیس شهربانی خب قاعدتا اگر فرهنگش همون باشه رفتار همون خواهد بود و یک فرد یا یک گروه خاص در رأس حکومت نمیتونن بگیرن همه رو اعدام کنن یا همه رو زندونی کنن باید کم کم فرهنگ جامعه بنابراین تفکیک کردن به اینکه که ناب سامانی ها منشعش چه بوده خیلی مهمه در تحلیل عزیزانی که گرایش چپ دارند اصولا فرهنگ مردم و مردم معافن از هر معاخذه ای و کل سرزنش رو باید گذاشت روی سر کسی که داره حکومت میکنه و اون رو ملامت کرد و صد بار هم این کسی رو که در اون رأس اگر عوض کنند فرهنگ عوض نشه خب ماجرا همونه داستان همون خواهد بود نویسنده نمیدونه کیو ملامت کنه گاه به استقبال مدنیت و تجدد میره و گاه بر علیه اونه گرچه کسانی که داره تشریح میکنه در داستان بوی از مدنیت نبردند هرچند ظاهرش متجدد باشه خب بار یه سمبل تجدده راننده تاکسی میاد توی بار میگه که من از اینجا بیرون نمیرم میگه آقا برو بیرون میگه نمیرم تو اصلا کی هستی اینجا رو از کجا ورده مگی مال پدر پدر از کجا ورده یعنی شروع میکنه به زیر سوال بردن مبنای حق مالکیت آقای مدیر بار به جای اینکه مثل یک فرد مدنی مثل یک فرد متجدد که متشبس میشه و پناه میبره به سیستم قانونی برای حل مشکلات در مقابل اعتراض خانم گیلاس رو به طرف ایشون پرتاب میکنه که میخوره به شقیقش پس کار این هم بدویه کار آقای رانند تاکسی برحال جزء رفتار مال اینم هم همینطور بعد آقای رانند تاکسی حکم میکنه در ذهن خودش خب این اگر این کارو کرد من باید خفش کنم طرف رو میکشه و بعد میگه آخه راحت شدم البته ما عموما میدونیم که رانند تاکسی چنین رفتاری نمیکنن طرف باید مریض باشه که به خاطر حالا اینکه طرف گفته از اونجا برو بیرون بگیره خفش کنه و بکشتش بعدم احساس خوشنودی بکنه از این کاری که کرده از اونجایی که در اون دوره مود بود که باید ایراد گرفت باید انتقاد کرد اگر کسی انتقاد نمی کرد یه مشکلی در کارش بود نویسنده عزیز ما هم در این داستان از روغن نباتی از بلیت اعانه ملی انتقاد میکنه از چهارشنبه ها بلیت های اعانه ملی قرعه کشیش بود و همون مزمونیه که به فرهاد عزیز ساده دل هم دادند که بخونه اینو البته بنده عرضه میکنم آقای شمس لنگرودی در کتابشون در مورد فرهاد مطالبی میگن که بعدم بعدونو اونو براتون حتما بخونم تقدیمتون کنم که اصر چهارشنبه من اصر خوشبختی ما انتقاد از اینکه چرا بلیت های اعانه ملی هست این انتقاد رو نویسندم در این کتاب تکرار میکنه به طور خلاصه خدمتون ارز کنم نویسنده احساس میکنه یک ناب سامانی در جامعه هست تضاد ببینه تجدد و سنت اما قادر به تحلیل درستش نیست همونطور که بنده قادر نیستم همی الان خدمت شما این مسئله رو به طور کامل تحلیل کنم و قافل از اینکه تأثیرات جهانی چه هست تاثیر تلویزیون تأثیر حرکت جامعه به سمت فردگرایی تأثیر سرازیر شدن ثروت در جامعه ای فقیر اینا رو درک نمیکنه البته این ثروتی که میگم سرازیر شد یک توقعی هم ایجاد میکرد تصور همه این بود که خیلی بیش از اینها ثروت ازشون داره دزدیده میشه این تصور بود حالا این ثروتی که خدمت شما عرض میکنم در همون سالها حدود همون سالها یکی از دوستان من تعریف میکرد که سپاهی دانش بوده در سال گویا 51 و میگفت ابتدای کارم ماهیان 450 تومن حقوق میگرفتم و پایان کار یعنی سال 52 احتمالا 900 تومن در ما حقوق میگرفته یعنی شما با اون قیمت سکه که عرض کردم دقت بفرمایید 900 تومن این یعنی تقریبا 10 سکه طلا تبدیلش کنید امروز قدرت خریدش رو بسنجید شرایط این طوری بوده علا رقم این همه فکر میکردن بیش از این هاست ها داره دوزی میشه و حقشون پرداخت نمیشه و داده نمیشه حالا بگذاریم از عوامل خارجی انقلاب و مسائل جهانی اونا دیگه بحث دیگه از و خودی قربی ها از بالا رفتن قیمت نفت و همچنین از به وجود اومدن اوپک اینها به کنار دوستان گرامی سرتون درد بردم و قطعا به این نظرات یا سخنان بی ارزش بنده کوچکترین بهایی رو ندید شاید هر کدوم از این انگیزه باشه برای اینکه هر فردی مستقلا خودش تحقیق کنه تحقیق در مسائل فرهنگی بسیار شیرین و جالبه بسیار جالب مخصوصاً که در جامعه ما با توجه به به وجود آمدن شهرهای کلان و ضرورت زندگی در شهر کلان دیگه ضرورت زندگی در روستا نیست و اینکه چگونه این فرهنگ متحول میشه شده و خواهد شد بیشتر از این هم خواهد شد و کم کم شاید جامعه از فرهنگ جمعگرای خودش به فرهنگ فردگرا رو کنه و تعدیل بشه و این اتفاقیه که داره میگفتی نسلی که به وجود اومدن نسلی که شورشی هستند اینها کسانی هستند که فردگران و تحت تأثیر گفته بزرگترهای خودشون نیستند خودشون برای خودشون تصمیم میگیرند این تحولات واقعا بسیار جالبه و ای کاش کسانی که آقای دکتر پاپولی که واقعا توانیشو داره و فهمشم داره به تحلیل این مسائل فرهنگی بپردازند و عزیزانی هم که این سخنان ناقص و گفتار بسیار غلط بنده رو شنیدن شاید انگیزه پیدا کنن برای اینکه خودشون در این زمین ها به تحقیق بپردازند که عرصه همونطور که عرض کردم بسیار شیرین و جالبیه